نابودی دو سوم از جهان با فتنه و بیماری های آخرالزمان. پیش از ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف، کشتارهایی رخ می دهد و تعداد زیادی از انسانها کشته می شوند و افرادی که باقی می مانند کمتر از کشته شدگان هستند. یکی از پرسش هایی که ذهن بیشتر انسانها را به خود مشغول کرده است، آن است که امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف چگونه نظام های سیاسی گوناگون را که دارای افکار و توانایی های مختلفی هستند از میان بر می دارد و نظام واحد جهانی را تشکیل می دهد. سیستم و برنامه حکومتی آن حضرت چگونه است که در آن ظلم و ستمی در جهان نخواهد بود، فسادی صورت نمی گیرد و گرسنه یافت نمی شود. سلام، باز هم در یکی دیگر از ویدیوهای نیکس میدیا در خدمت شما قرار گرفتم. برای حمایت از ما نیکس میدیا را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز فشار دهید. همچنین برای ویدیوهای بیشتر ویدیوی ما را لایک کنید و خود را با جهان بیشتر آشنا سازید. یکی از پرسش هایی که ذهن بیشتر انسان ها را به خود مشغول کرده است، آن است که امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف چگونه نظام های سیاسی گوناگون را که دارای افکار و توانایی های مختلفی هستند از میان بر می دارد و نظام واحد جهانی را تشکیل می دهد. سیستم و برنامه حکومتی آن حضرت چگونه است که در آن ظلم و ستمی در جهان نخواهد بود، فسادی صورت نمی گیرد و گرسنه یافت نمی شود. امنیت پیش از ظهور، جنگ، کشتار و فتنه ها. تعدادی از روایات از قتل و کشتارهایی سخن میگوید که پیش از ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف و وقوع میپیوندد. برخی از این روایات تنها کشتار را یادآور می شود و برخی وسعت کشتار را نیز مشخص می کند. امام رضا علیه السلام در این باره می فرماید: پیش از ظهور حضرت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف کشتارهای پیاپی و بیوقفه رخ خواهد داد. ابو هریره میگوید در شهر مدینه کشتارهایی رخ خواهد داد که در آن منطقه احجاز الزید از هم میپاشد و فاجعه حره در برابر آن مانند ضربه تازیانی بیش نیست. آنگاه که پس از کشتار به اندازه 2 فرسنگ از مدینه دور شوند، با حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف بیعت میشود. ابو قبیل میگوید شخصی از بنی هاشم زمام حکومت را به دست میگیرد و تنها بنی امیه را قتل عام میکند و طوری که جز عده اندکی کسی از آنان بر جای نمیماند. پس از آن فردی از بنی امیه خروج میکند و در مقابل هر نفر 2 تن را میکشد، چنانچه جز زنان کسی باقی نمیماند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین میفرماید: سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، دنیا پایان نمییابد تا اینکه زمانی فرا رسد که نه قاتل بداند برای چه دست به قتل زده است و نه علت کشته شدن مقتول مشخص باشد و هرج و مرج همه جا را فرا میگیرد. در چنان زمانی قاتل و مقتول به جهنم میروند. امیرالمومنان امام علی علیه السلام میفرماید پیش از ظهور قائم اجل الله تعالی فرجه شریف جهان دچار 2 نوع مرگ می شود: مرگ سفید و سرخ. مرگ سرخ با شمشیر است و مرگ سفید با طاعون است. امام باقر علیه السلام می فرماید برای قائم آل محمد 2 غیبت است که یکی طولانی تر از دیگری است. در آن دوران مردم را مرگ و کشتار فرا می گیرد. جابر می گوید از امام باقر علیه السلام پرسیدم در چه زمانی این امر، یعنی قیام امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، روی خواهد داد. امام در پاسخ فرمودند: ای جابر، چگونه این امر تحقق یابد در حالی که هنوز بین هیره و کوفه تعداد کشته ها زیاد نشده است؟ امام صادق علیه السلام فرمودند پیش از ظهور قائم 2 نوع مرگ پدیدار می گردد: مرگ سرخ و مرگ سفید. به اندازه ای از انسان ها کشته می شوند که از هر 7 نفر 5 تن نابود می گردد. امیرالمومنان امام علی علیه السلام فرمودند حضرت مهدی ظهور نمی کند مگر اینکه 1/3 مردم کشته شوند و 1/3 بمیرند و 1/3 باقی بمانند.
از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند آیا برای ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف علامت و نشانه ای است؟ فرمود نعم، قتل فزیع و موت السری و طاعون الشنی و به نقل ارشاد القلوب قتل زری یعنی با سرعن و عالمگیر و به نقل مدینه معاجز قتل رزی یعنی لعین و پست و به نقل حلی الابرار قتل فزیع یعنی ناگوار. معنای روایت چنین است، آری برای ظهور حضرت نشانه هایی است، از جمله کشتارهای عالمگیر و ناگوار و پست و مرگهای سری و پی در پی و شیوع طاعون. محمد ابن مسلم میگوید امام صادق علیه السلام فرمودند امام زمان ظهور نمی کند مگر اینکه دو سوم مردم جهان از بین بروند. عرض شد اگر دو سوم مردم کشته شوند پس چه تعداد خواهد ماند؟ فرمود آیا راضی نیستید و دوست ندارید از یک سوم باقی مانده باشید؟ امام صادق علیه السلام فرموده است امر ظهور تحقق نمییابد تا اینکه 9/10 مردم نابود شود. امام علی علیه السلام میفرماید در آن روزگار از مردم جز 1/3 آنان کسی بر جای نمیماند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از هر 10,000 نفر 9900 تن به قتل میرسند و جز تعداد اندکی جان سالم به در نمیبرند. ابن سیرین میگوید حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف ظهور نمی کند تا اینکه از هر 9 نفر 7 تن کشته شوند. از مجموع روایات نکات زیر استفاده می شود. 1. پیش از ظهور مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف کشتارهایی رخ می دهد و تعداد زیادی از انسانها کشته می شوند و افرادی که باقی می مانند کمتر از کشته شدگان هستند. 2. تعدادی از کشته شدگان در جنگ کشته می شوند و تعداد دیگر به واسطه بیماری های مصری که به احتمال قوی از کشته های بجای مانده جنگ تولید شده است جان می سپارند. همچنین احتمال دارد که این گروه به وسیله سلاح های شیمیایی و میکروبی که بیماری تولید می کنند جان دهند. در میان اقلیتی که باقی می مانند شیعیان و دوستداران امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف هستند، زیرا آنان هستند که با مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف بیعت می کنند. و نیز در سخن امام صادق علیه السلام آمده بود که آیا راضی نیستید که از 1/3 باقی مانده باشید؟ بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.